آنچه در جریان این ماه‌ها و روزها رخ داد، پیدایش این نوع عقلانیت و تدبیر ضمن دلسوزی برای کشور، مردم و تلاش برای بهبود وضعی که به هیچ وجه به نظرم از هیچ جهت قابل قبول نیست. اصلاحات از آغاز گفته و الانم میگه و منطقم همین حکم میکنه که ما در دنیای امروز و در شرایط کنونی برای رسیدن به آرمانهای خودمون هیچ راهی جز انتخابات نداریم. وقتی هم میگیم انتخابات، یعنی انتخابات به همون صورتی هم که برگزار میشه، ممکنه خیلی هم مطلوب نباشه، ولی بدیل این مسئله چیز وحشتناکی است. ما دو تا نگاه میتونیم به انتخابات داشته باشیم. یکی، انتخابات را انتخاب بکنیم برای اینکه به آنچه میخواهیم برسیم، یکی اینکه آنچه نمیخواهیم درش خلل ایجاد بشه. اگر ما معتقدیم که اوضاع و احوال اوضاع خوبی نیست، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی با معیارهایی که انقلاب ما و ارزشهای ما داره اینا قابل قبول نیست، خود این که این وضع تغییری بکند، بهبودی پیدا بکند یا اون جنبه‌های منفیش کمتر بشود، این یک هدف دیگه. بنابراین باید ما با خاص حداقلیمون بریم جلو و اون نجات کشور، بهبود اوضاع، بهبود وضع مردم، بهبود وضعیت ایران در عرصه بین المللی، بهبود وضع اقتصادی، ایجاد امید در جامعه، زدودن یأس و ناامیدی از بخشهایی از جامعه، ترمیم بی‌اعتمادی یا ترمیم اعتماد زیاندیده‌ای که میان حکومت و مردم ایجاد شده، اینها همش هدفهای خوب، اصلاحی و تدریجی است. ما که یه روزی میگفتیم که شرط شرکت در انتخابات آزادی زندانیان است، خود زندانیان نامه نوشتن که شما این دغدغه رو نداشته باشید، در انتخابات شرکت کنید. روند قضایا این بود که حداکثری نشد، که آخرش آمدن جناب آقای هاشمی بود و اون موج عظیمی که ایجاد شد و نگذاشتن. دو نفر از عزیزان بودن که هم میتوانستن اهداف حداقلی که جامعه ما، ملت ما داره تامین بکنن، هم اینکه راهکاری برای اداره کشور داشته باشن. جناب آقای دکتر عارف بود که خب به حق نماینده اصلاح طلبا بود، هم خودش ادعا داشت، هم در مجموعه اصلاح طلبا قرار می‌گرفت و به خصوص در این مدت با مواضع بسیار روشن و خوبی که داشت، هم نشون داد که حرفی برای گفتن داره، هم پایبند به اصلاحات، هم دلسوز برای انقلاب و جامعه ماست. یکی هم جناب آقای دکتر روحانی بود که انصافا مواضعش مواضع شجاعانه اصلاح طلبانه بود، گرچه ایشون خودش رو متعلق به اردوی اصلاح طلبان نمیدونست، ولی شما در مواضع ایشون هم دیدید که چقدر خوب مسائل رو مطرح کرد و امید ایجاد کرد در دل کشور. نه تنها از سوی این دو بزرگوار و به خصوص جناب آقای عارف که انصافا سنگ تمام گذاشت، حتی شما در زبان و سخن کسانی هم که بودن، دیگران هم میدیدیم که مواضع احساس کردن که مواضع اصلاح طلبانه، مواضع درست و مطلوب مردمه. این دستاورد خیلی بزرگی بود. تا اینجا هم ما اگه هیچی به دست نیاورده بودیم، نشون داد که جامعه کدام سو میره و اون موجی که برای آقای هاشمی ایجاد شد معلوم بود که مردم چی میخوان و چی نمیخوان. اینا خیلی مسائل مهمی بود. ما باید به یک ائتلاف برسیم، چاره ای جز این نداریم. نباید ایدالگرایی هم بکنیم. مسئله هم این بود که بین این دو کاندیدایی که یکی اصلاح طلب بود و ادعا میکرد اصلاح طلب است، یکی هم که مواضعش مواضع اصلاح طلبی بود گرچه ادعای اصلاح طلبی نداشت، بریم به سوی این که امکان این که ما کمتر ضرر بکنیم کجاست. خب عقلانیت بزرگی به خرج داده شد. حالا سیر قضایا چه بود تا خوشبختانه به اینجا
رسیده شد که یک نفر از این آقایون در عرصه بماند و من فکر میکنم که آقای عارف با همه شایستگیهاش کار بزرگی کرد، ایثار بزرگی کرد و الانم معتقدم که با بودن جناب آقای روحانی در صحنه همه ما باید سستی را کنار گذاشت، باید با همه وجود به صحنه آمد و رأی داد. و این خطاب من به ملت عزیزه، به خصوص به اصلاح طلبا و به جریاناتی که میخوان تحول در جامعه ایجاد بشه، و انشالله یک انتخابات خوبی و انشالله یه موجی هم ایجاد بشود که دیگه امکان تغییر نتیجه کار وجود نداشته باشه. امیدوارم که شما موفق باشید، کارتون رو ادامه بدید در این چند روز باقی مونده و این اجماعی که حاصل شده است و ائتلافی که رخ داده است تقویت بشود و در میان مردم هم برود و انشالله بتونیم این نتیجه خوبی رو از انتخابات بگیریم.